این اولین عکس و اتفاقی تو اینترنت پیدا کردم. عکس پرسش برانگیزیه، چون نه دری وجود داره نه پنجره، فقط دیوارهایی پر از کتاب و یه نشونه کوچیک پایین عکس که میگه اینجا کتابخونه مخفی شهر داریاست. دلفین مینوی هستم، خبرنگار هستم برای روزنامه فرانسوی لو فیگارو. در کشور مختلف کار کردم، ایران، لبنان، مصر، افغانستان، عراق، و الان در استانبول زندگی میکنم و خیلی راجع به موضوع سوریه هم کار میکنم. و از این طرف یه دفعه با یک گروه جوونا آشنا شدم که داستانشون انقدر فوق‌العاده بود که تصمیم گرفتم که نه تنها یه متنی بنویسم برای لو فیگارو، ولی یک کتابم بنویسم راجع به تجربهشون. فرهنگ لغت را باز می کنم. داریا در زبان سوریانی قدیمی به معنی تعداد زیادی خانه است. چه سرنوشت تلخی برای شهری با چنین نام که امروز خانه های سرپایش انگشت شمارند. شدت بمباران گاه چنان زیاد است که جاده ها را می شکافد. آنچه در تمام این تصاویر تکان دهنده است، خیابان های خالی است. پرده های آهنی کشیده شده، مدرسه های متروکه، نانوایی های تعطیل. داریا شهر ارواح خالی از سکنه. كنا مجموعة رفقات بداريه من اولى المدن اللي سارت ضد نظام بشار الاسد. كنا بعد عن الشام 7 كيلومتر بس. بشار اسد شهر رو محاصره و بمباران کرد. در نتیجه این جوونا تو شهر ممنوعه گرفتار شدن. اونا با هم قرار گذاشتن که اسلحه به دست نگیرن. شروع کردن به گشتن خانه های بمباران شده و زیر آوارهای گنجینه پیدا کردن. همه کتاب های مدفون. اونا 15,000 کتاب رو جمع آوری کردن و تصمیم گرفتن همین میراث کم باقی مونده رو حفظ کنن و باهاش یک کتابخونه درست کنن. و این کتابخونه تبدیل به کتابخونه مخفی در یکی از زیرزمین های داریا شد تا از بمباران های دائمی رژیم در امان بمونه. به همین دلیله که من اسم این کتاب رو نجات دهندگان کتاب داریا گذاشتم. كان مبهر تنوع الكتب اللي لقوها، كتب ديني، كتب تاريخ وروايات ممنوعة من النظام. كل كتاب كان مهم. على الصفحة الأولى كتبوا اسم صاحبه ليرجعوا له اياه بعد الحرب. از کتاب‌های مورد علاقه‌شون برای مثال کیمیاگر پائولو کوئلو بود یا شعرهای فوق‌العاده‌ای از محمود درویش شاعر فلسطینی درباره آزادی. اونا عاشق کتاب‌های راهکار رشد شخصیت به روش آمریکایی بودند. به مرور زمان این کتابخانه به یک محل ملاقات تبدیل شد، به یک دانشگاه زیرزمینی. همه جور بحثی در جریان بود. گاهی حتی با امکانات موجود ویدیو کنفرانس برگزار می‌کردند و با مخالفین در خارج از کشور تماس می‌گرفتند. توی همین مکان نامزدی و عروسی برگزار کردن. اونجا همچنین جایی برای تأمل بود، چون همه اینها در بستر جنگ اتفاق می افتاد. اونها دوستان زیادی رو در دوران محاصره از دست دادن. برای همین گاهی هم در میان کتاب ها تشییع جنازه برگزار می کردن. احساس می کردن کتاب ها از اونا محافظت می کنن، هم به صورت فیزیکی و هم استعاری و ذهنی. و به این ترتیب این کتابخونه تبدیل به قلب تپنده شهر داریا شد. شهری که در پایان محاصره 90% تخریب شده بود. کلف دم. داریا یه شهر نمادین بود. برای همینم حکومت میخواست به هر قیمتی اونو نابود کنه تا راحت تر بتونه بر دوگانه یا بشار اسد یا تندروها سهه بذاره. به همین علت هم یک خواست جدی از طرف سیستم وجود داشت که خاطره انقلاب 2011 رو پاک کنه و هیچ اثری ازش باقی نذاره. اما فوق‌العاده اینه که این بچه‌ها از همون ابتدا نسبت به این موضوع آگاه بودن. اونا متوجه بودن که خبرنگارها نمیتونن حاضر باشن و از درون داستان شهر اونها رو تعریف کنن. پس فکر کردن خودشون به عنوان شهروند خبرنگار دست به کار بشن و این محاصره رو مستندسازی کنن.
تا ضد گفتمانی باشه بر روایتی که حکومت مصرانه میخواست القا کنه. این بود که در اون 4 سال محاصره جوانان داریا روزمرگیشون رو ثبت کردن. الله اکبر. الله اکبر. داریا. سقوط صاروخ متفجر على المدينة 12/1/2013/2014. الله أكبر. عهد أنت بخير؟ وقتی در اواخر تابستان 2016 بالاخره مجبور به ترک داریا شدن، هر کدوم اجازه داشتن یک کیف کوچیک همراه داشته باشن و یکی از اونا به اسم شادی حواسش اونقدر جمع بود که همه اون هارد دیسک ها که حافظه تصویری داریا بود رو همراهش برداره. وقتی به طور غیرقانونی از مرز ترکیه عبور کرد و ما موفق شدیم بعد از سالها تماس مجازی برای اولین بار همدیگر رو در یک کافه در ترکیه ملاقات کنیم، هارد دیسک ها رو با خودش آورد. همونجا من فهمیدم که علاوه بر کتابی که میخواستم دربارشون بنویسم، حتما باید فیلمی هم بسازم. در حالی که برای کتاب احساس میکردم که روایت داستانی رو باید از نگاه شخصی خودم پیش ببرم، اما برای فیلم با وجود شادی در کنارم فکر کردم که این اونه که باید داستان داریا رو از زبان اول شخص تعریف کنه. انا شادی وباسم كل اللي كانوا معنا راح احكي لكم قصتنا، قصه مقاومه سلميه عبر الكتب والنشاط المدني، قصه البلد يلي حلمنا فيه يلي حاولنا بناؤه يلي ما بننساه ابدا. داستان خود شادی هم بسیار تاثیرگذاره، چون نه تنها اون بود که این تصاویر رو نجات داد، بلکه بخشی از تصاویر رو هم خودش با به خطر انداختن جونش فیلم برداری کرده. تا جایی که یک بار در حال فیلم برداری ترکش خمپاره‌ای به دوربینش اصابت کرد و طنز و زیبایی داستان در اینه که همین دوربین هم جان اون رو نجات داد. تکثیر خشب مدمر داخل مدرسه. آنها با کتاب‌ها، شعارها، مجله‌ها، گرافیتی‌ها و آثار ادبی‌شان تا آخرین لحظه در برابر یورش نظامی مقاومت کردند. زشتی جنگ مغلوب کلمه، بنای یادبودی از کلمات، بی خانمان برای نسل آینده.